بله، سلام علیکم، بفرمایید. السلام عليكم ورحمة الله. علیکم السلام ورحمة الله وبركاته. با استاد انصاری صحبت. بله بفرمایید برادر عزیز، دارید با من صحبت میکنید. خدا نگهدارت باشه استاد عزیز. راستی بار در هر یک برنامه شما ما زنگ میزنیم. الحمدلله که دفعه تماسیمون بر شما برقرار شد. الحمدلله. خوب دیگه استادا همشون خوب هستن الحمدلله. سلامت باشید، تشکر از شما برادر عزیز، بفرمایید. راستی بار استاد عزیز همی یک تریپ شما بار یعنی تماشا کرده بودیم، یک اخوند مشرک میگفت در آن جنت که ابوبکر عمر و عثمان باشند، ما مثلا گفت که ننگ میدونیم همو را داخل کردن. چند بار در همی واتساپ درخواست روی کردم همی را برای من روانه کردم. همی چه سببه که همی را دیگه شما نمیمونه در چشم؟ اینو میگذاریم، اینو حتما انشالله من اینجا یادداشت کردم، انشالله میگم که برادران عزیز تاجیکمون که با ما همکاری میکنن این کلیپ رو برای شما بفرستن. خوبه؟ بعد استاد یادید یک دیگر بفرمید. همین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در همین بوره همین تشیع یگان چی گفتگیه که همین فرقه ها میبراین بین مردم یگان تفریقه میاندازن. مثلا برنامه مثلا امروز من راستی بار بسیار همین برنامه های شما را تماشا میکنم، خون من جوش میزنه. اینها دعوای مسلمانی میکنن اصلا برای یک امام زمان خیالی خود این قدر غوغا میاندازن در تمام دنیا. چه خیلی اینا با کدوم زبونه که والله اگر حیوان حیوان باشه که تمام سخن اگر تمام ضرر با انسانیت رو دونه این سخن اصلا من شرم میدارم که این سخنانی که یا با ناموس پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم استغفر الله. دیگر صحبت کردن نمیتونم. استاد عزیز در حق ما دعای خیر کنید. الله مطالب ستون کنه، الله مطالب ستون کنه. تشکر شما. در حق ما همیشه دعا کنید. خدا نگهدار، خدا نگهدار شما. تشکر شما برادر عزیز. برادر عزیز تاجیکمون گفتن که آیا در مورد روافض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چیزی فرمودن؟ بله فرمودن، و اتفاقا خیلی جالب است که همین روایات از سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، امیر مؤمنان، حیدر کرار، اولین فدایی در اسلام، اولین جوانی که ایمان آورد به رسول الله، کسی که در همه غمها و شادیهای رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه ایشان بود، همسر فاطمه زهرا، دختر محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این بزرگمرد اهل بیت و صحابه، این کسی که واقعا دو افتخار بزرگ داشت، یکی این که از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سید و سردار اهل بیت است و همچنین از اصحاب بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و از کسانی که رسول الله به ایشان وعده بهشت دادن. ایشون ما اعتقاد داریم که 100% بهشتی هستند. محبت علی، محبت فرزندان علی، همسر علی، فاطمه زهرا، بانوی دو عالم، جز ایمان و اعتقاد ماست. سبحان الله، همین روایاتی که در مورد روافض ذکر شده، در مورد همین شیعیانی دروغگویی که امروز به دروغ ادعای محبت علی و آل علی رو میکنن، اتفاقا همین روایات هست در کتب اهل سنت و از علی رضی الله تعالی عنه روایت شده. در کتاب از سنه از امام ابی عبدالرحمن شیبانی، در اینجا این عبدالله پسر امام احمد است، در این کتاب در جلد اول در روایت 1272 در صفحه 547 اینجا روایت است که محمد ابن اسماعیل ابن سمره تا میرسه از علی رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که ایشون فرمودن که قال، یعنی علی رضی الله تعالی عنه، قال لی النبی صلی الله علیه و سلم، نبی صلی الله علیه و سلم به ایشون فرمودن یا علی انت و شیعتک فی جنه، تو و شیعیان در جنت هستی، و این قوما لهم نبض یقال لهم الرافده، ما گروهی هستن که نشانه اونها این است، لقب اونها است که به اونها رافضه میگن، ان ادرکتهم فقاتلهم فانهم مشركون،
اگر اونها رو دریافتی اونها رو بکش که مشرکین هستن. قال علی رضی الله عنه، علی رضی الله عنه در شرح میگن که ینتحلون حبنا اهل البيت وليس كذلك، اینها ادعای محبت اهل بیت میکنن ولی کن از محبان اهل بیت نیستن. و آیت ذلك انهم یشتمون ابا بکر و عمر رضی الله عنهما، و نشانه اینها این است که فوش میدن به ابا بکر و عمر رضی الله عنهما. این در کتاب السنه عبدالله ابن احمد در صفحه 548 در روایت 1272 ذکر شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن شیعه علی کیست؟ شیعیانی که میشنون این حرفای من رو هر کدومشون تو خونه نهج البلاغه دارن. اگر ندارید سرچ بزنید نامه 52 نهج البلاغه. من فقط یک موردش رو ذکر میکنم، بیشتر ذکر نمیکنم. نامه 52 نهج البلاغه، سیدنا علی رضی الله تعالی میگه نماز رو 5 وقت بخونید، شیعیان در 3 وقت میخونن. ما شیعه علی هستیم، من شیعه علی هستم. امام ابو حنیفه و امام احمد و امام مالک و امام شافعی، بزرگان اهل سنت، عموم اهل سنت شیعیان علی هستند، نه شمایی که ادعا میکنید. همونطوری که علی رضی الله تعالی عنه فرموده که ینتهلون حبنا اهل البيت وليس كذلك، ادعای محبت اهل بیت میکنن اما اینطوری نیستن. زیرا ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر شما واقعا راست میگید که الله رو دوست دارید از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت بکنید که الله شما رو دوست بداره. انسان از کسی که اون رو دوست داره از اون اطاعت میکنه. این یک مصدر است. من مصدر بعدی رو هم حالا به این مناسبت ذکر بکنم در اینجا، در کتاب الشریعه در جلد اول، اینم شناسنامش در روایت 1860، ابو بکر عبدالله ابن محمد ابن عبدالحمید الواسطی روایت میکنه از ابو موسی محمد ابن مسنا تا میرسه به علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه قال، میگه که تفترق هذه الامه على 70 فرقه، این امت یعنی امت رسول الله صلی الله علیه و سلم به 70 چند فرقه تقسیم میشون، شرهم قوم ينتحلون حبنا آل البيت و یخالفون اعمالنا، بدترین این فرقا قومی هستن که ادعای محبت اهل بیت میکنن ولیکن با ما مخالفت میکنن با اعمال ما. بالله علیکم برید سیرت علی، حسن، حسین، باقر، زین العابدین، جعفر صادق، موسی کاظم، امام رضا، امام حسن عسکری، همه این بزرگان، امام جواد، اینا رو بخونید ببینید که اهل سنت امروز پیرو اونها هستن یا کسانی که به دروغ ادعای محبتشون رو میکنن. مصدر بعدی رو هم من خدمتتون از تاریخ طبری ذکر بکنم. این تاریخ طبری در صفحه 479 این روایت هم از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه روایت میشه. در اینجا میگه که ان هذه الامه ستفترق على 73 فرقه، این امت، امت رسول الله صلی الله علیه و سلم به 73 فرقه تقسیم میشه. شرها فرقه تنتهرونی ولا تعمل بعملی، بدترین اینها، علی ابن ابی طالب میگه فرقه ای است که ادعای پیروی شیعه بودن علی رو میکنن ولیکن عمل نمیکنن به آنچه که علی انجام میداد. فقد ادرکتم و رأیتم فلزمو دینکم و احتدو به هدى نبیکم صلی الله علیه و سلم و اتبعوا سنته، اگر که این گروه رو دریافتید یعنی همین شیعان دروغین رو، به دینتون پابند باشید، به هدایتی که از طرف پیامبرتون صلی الله علیه و سلم آمده و سنت ایشون رو متابعت بکنید. اینم در تاریخ طبری در مورد فرقه رافضه که اومده. در کتاب دیگری که خدمتون، حلیت الاولیا از ابو نعیم اصفهانی جلد پنجم، اینم شناسنامه کتاب در صفحه 8، در این روایت هم روایتی است که از علی ابن ابی طالب، عن علی، تفترق هذه الامه على 73 فرقه، شر فرقه تنتحل حبنا وتفارق امرنا، میگه که این امت به 73 فرقه تقسیم میشه که بدترینش فرقه ای است که ادعای محبت ما رو میکنه، یعنی ادعای محبت علی و آل علی، و مخالفت امر ما رو میکنه. اگر در این مورد
در مورد فرقه رافضه و شکایت علی ابن ابی طالب از دست اینها که چه بلایی سر اسلام و اهل بیت آوردن، اگر من بخوام صحبت بکنم از همین الان که ساعت تقریبا 6:30 شب به وقت مکه مکرمه است تا 6:30 فردا صبح اگر صحبت بکنم، هنوز هم مدارک اسکن شده، تصاویر از کتب خودشون دارم که از علی ابن ابی طالب گرفته تا حسن عسکری دل پرخونی داشتن از دست این شیعیان دروغینی که ادعای محبت اهل بیت میکنن.